با سلام خدمت دانشجویان عزیز، این درس کوتاه در چارچوب کلاس زانشناسی شهری مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی ارائه میشه، سوم خرداد 1400. در یکی از موضوعاتی که دانشجویان پیشنهاد دادن، ما قرار شد که در مورد اوقات فراغت و شهر صحبت بکنیم، به طور خاص فضا و زمان شهری، که من در اینجا یک درس کوتاه نیم ساعته میدم که بعد هم مثل سایر موارد روی کانال های تلگرامی و اینستاگرام خواهد رفت و میتونید از اون استفاده کنید در مورد کارهاتون. هر کسی روی هر موضوعی کار میکنه میتونه از این بحث هم استفاده کنید. ابتدا ما از این نکته هر بدیهیش که شاید به نظر بدیهی برسه ولی بدیهی نیست حرکت کنیم که اوقات فراغت چیه؟ اوقات فراغت در یک مفهوم میشه گفت یک مفهوم جهان شموله که در بین همه انسان ها و حتی میتونم بگم در همه موجودات زنده وجود داره، ولی در یک مفهوم فرهنگی هستش که به صورت‌های مختلفی سیستم‌های فرهنگی و بعد سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اون رو به صورتی که خواستن شکل دادن و با تصور یا در خیلی از موارد توهم این که میتونن اون رو به سود خودشون به کار بگیرن. این سود البته در خیلی از موارد وجود داره، ولی بحث اساسی این است که این سود تا چه حد پایداره و چقدر میتونه ادامه پیدا کنه در مدت طولانی تری یا در مدت کوتاه‌تر. اولا از اون بحث اول هم حرکت کنم، آیا اوقات فراغت یک امر فرهنگی است یا یک امر طبیعی است؟ یک امر، آیا این امری است که ناشی از فرهنگ به مثابه یک امر انسانی میاد، یا این چیزی است که در خود فرایند موقعیت زیستی وجود داره، در امر زیستی وجود داره؟ من معتقدم به مثل سایر موارد موجودیت انسانی یک موجودیت زیستی فرهنگی هستش. حالا بر اون مکتبی که من ازش دنبال روی میکنم که مکتب تفکر پیچیده هستش، که ادگار موران مهمترین نمایندهش هست در حال حاضر، مهمترین نماینده زندهش هست لااقل، ما از در اینجا ما نمیایم یک دیوار بکشیم، یک خط خیلی قاطع بکشیم بین چیزی که بهش میگیم طبیعت که خودمون ابداع کردیم، به قول فیلیپ دسکالا موقعیت بیرون از خودمون رو بهش میگیم طبیعت، در حالی که ما خودمون هم جزی از این طبیعت هستیم، ولو اینکه حالا یه جزی باشیم که خیلی فاصله گرفتیم با خیلی از جانوران دیگه، و نم این طرف قضیه رو میتونیم نفی بکنیم که خب فاصله که افتاده و تغییرات که فرهنگ ایجاد کرده بسیار بسیار متفاوته. ما هیچ وقت آثاری مثل اون کارهایی که انسان کرده رو در طبیعت نمیتونیم ببینیم، مثلا در آثار هنری یا در خلاقیت ادبی و غیره. هرچند که مثال هایی میتونید بزنید، مثلا فرض کنید وقتی شما بیاید مثلا یه هنری مثل عکاسی یا سینما رو در نظر بگیرید، خب که استفاده از یک قدرت بصری و یک قدرت دیداری و شنیداری هستش، خب شما میتونید بسیار از مناظر طبیعی رو ببینید، بسیار از موجودات رو ببینید که اینا خیلی به زیباترین پدیده ها رو به وجود آوردن بدون اینکه لزوماً در اینجا فرهنگ دخالت کرده باشه. اما به طور کلی خیلی تفاوت به هر حال وجود داره. بنابراین وقتی ما میخوایم به این پاسخ بدیم آیا چیزی که ما بهش میگیم اوقات فراغت آیا یک امری است که به سیستم انسانی اجتماعی فرهنگی ربط داره
یا در موقعیت زیستی هم هست، این پاسخ فقط میتونه روی یک طیف داده بشه، نه روی یک شکل قاطع. از لحاظ من البته، اون کسانی هستن که نه، دارو کاملا از هم دیگه تفکیک میکنن. بنابراین موقعیتی که مثلا ما الان دیدیم که جا افتاده به این شکل، البته از بعد از صنعتی شدن و به تدریج، یعنی از تو این 200 سال اخیر و شاید بتون بگیم تو جهان سوم در این 100 سال حتی 50 سال اخیر جا افتاده و از یک سیستمی صحبت میکنه که زمان رو تقسیم میکنه مثلا به سه حوزه، میگم که خواب، اوقات فراغت و کار، و این سه حوزه رو هم وصل میکنه به سه تا به اصطلاح فضا، یعنی به سه زمان و سه فضا، این زمان های سگانه که زمان کار، زمان فراغت و زمان خواب، و بعد این سه فضا هم، این سه زمان هم وصل میکنه به سه فضا. خواب رو وصل میکنه به زیستگاه، یعنی به مسکن. اوقات فراغت رو وصل میکنه به سیستم بیرونی که فراغت درش اتفاق باید بیفته، و کار رو هم وصل میکنه به فضاهای کاری که فرد در فضاهای کاری کار کنه. خب این نه تنها از قدیم وجود نداشته، الان هم وجود نداره، یعنی بیشتر یک توهم از نوع توهماتی که قدرت فرادست، یعنی سیستم های قدرت به وجود میارن برای اینکه بتونن سیستم های زیر به اصطلاح دست خودشون رو کنترل بکنن. تمام کسانی که یک مقداری به اطرافشون نگاه کنن و دائما با نگاه کلیشه‌ای به خودشون و به اطرافشون نگاه نکنن، خیلی سریع شما میتونید ببینید در جانوران مثلا یا در گیاهان یا در سایر موجودات زنده، میتونید لاقل در، حالا ما داریم فقط از موجود زنده صحبت میکنیم، این رو میشه اصلا از امر موجود هم راجبش صحبت کرد، ولی فعلا ما به موجود زنده میپردازیم، یعنی موجودات جانوری و موجودات گیاهی. شما در اینها آیا میتونید چنین تفکیکی رو ببینید؟ مثلا نمیتونید ببینید. مثلا در یک جانور شما نمیتونید بین کارش و خوابش و اوقات فراغتش تفکیک قائل بشید. اینها لزوماً نه به فضای یکسانی ربط دارن نه به زمان یکسانی. البته به دلایل اقلیمی و به دلایل ریتمیک کیهانی و ریتمیک به اصطلاح طبیعی، یعنی پیرامونی یا جهان، جهانی که ما توش زندگی میکنیم، یک مقدار اینا ربط پیدا کرده. مثلا خب میشه یه جورایی گفت که بسیاری از موجودات، نه همه موجودات، مثلا با تاریکی به خواب میرن و با روشنایی از خواب بیدار میشن. بسیاری از موجودات فعالیتشون فعالیت روزانه هست، و همطور که بسیار از موجودات هم عکس این هستن، یعنی موجودات شب هستن، در شب فعالیت میکنن و در روز میخوابن. در بسیاری از جانوران و موجودات دیگه شما میتونید ببینید که ما شاید بتونیم فرایند کار رو با فرایند تأمین غذایی یکسان کنیم. مثلا فرض بکنید که جانوران که به دنبال غذا هستن، به دنبال سیر شدن هستن، و اون کاری که اینها میکنن برای که به غذا برسن رو تشبیه کنیم به کاری که انسان میکنه. و خب این جانوران، بنابراین بگیم اینها هم یک تیپی از کار رو دارن، و در مورد فرض کنین اوقات فراغت هم زمان رو که اینا دارن بازی میکنن یا یه جای لم دادن استراحت میکنن، این رو هم بذاریم بگیم اوقات فراغت. ولی و بعد خودمون رو کاملا از این سیستم جدا کنیم به صورت ذهنی و تصور کنیم که این یک امری است که در ذات فرهنگ، نه این در ذات فرهنگ نیست، این مجموعه از
ابداعها هست و مجموعی از تقسیم بندی های زمانی هست و فضایی هست و تقسیم بندی هایی هستش که به قول فوکو هنجارها رو ساخته و بخصوص در دوران مدرن این کار رو کرده. به همین جهت هم حتی این تفکیک رو ما اگر بریم به دوران باستان نمیتونیم به این راحتی پیدا کنیم. شما نمیتونید دقیقا کار رو از اوقات فراغت در دوران باستان جدا کنید. نه اینکه اصلا هیچ تفکیکی وجود نداشته، ولی این تفکیک به این شدتی نیست که ما بعد در دوره صنعتی شدن میبینیم. و 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت خواب، این یک چیزیست که در حقیقت در اوقات در صنعتی شدن یک توهمی است که صنعتی شدن به وجود میاره برای اینکه بتونه یک تیپی از جهان شمولی کاملا تصنعی ایجاد کنه و بر اون اساس به سود ماکسیمومی برسه از لحاظ اقتصادی و طبعا از لحاظ سیاسی و از لحاظ قدرت سیاسی. مثل اینکه مثلا ما میایم و شب رو ابداع میکنیم، نه شب رو در مفهومی که طبیعت در طبیعت وجود داره، چرا؟ چون در طبیعت شب وجود داره، ولی شب پر از زندگی است، شب پر از جانورانی است که در شب بیرون میان، معیشت خودشون تأمین میکنن، غذاشون رو پیدا میکنن، حرکت میکنن و غیره. بنابراین این که ما شب رو ابداع میکنیم و بعد شب رو شیطانی میکنیم، سیاهی رو شیطانی میکنیم، تاریکی رو شیطانی میکنیم و تمام چیزهای دیگه که همراه این قضیه میاد، اینها مسائلی هستش که برمیگرده به اون سیستمای هنجار منسازی که ولو اینکه رواج داشته باشه با هنجار متفاوته. هنجار لزوما چیزی نیست که رواج داشته باشه. مثلا این است که رواج داره، ولی چطوری رواج داره و چه دلایلی رواج داره؟ اینکه مثلا در انسان ها موجودات هتروسکسوال هستند، یعنی دیگر جنسگرا هستند و موجوداتی هستند که برای به اصطلاح این ازدواج میکنند که تولید مثل انجام میدن، مسلم این با یک سیستم طبیعی انطباق داره. ولی در سیستم طبیعی مسائل به این شکل نیست که در انسان هست. تمام اون حواشی که در اینجا ایجاد شده، از مناسک بگیرید تا مراسم تا مسائل حسادت، عشق و غیره که به وجود میاد، تا به اصطلاح تمام مسائل اجتماعی دیگه که اولوش این قضیه به وجود آمده، اینها چیزهاییست که انسان به دلایل سیاسی در مفهوم اراده به قدرت و در مسائل اقتصادی در مفهوم اراده به ثروت که اون هم نوعی از قدرت هست، یعنی ثروت رو هم باید به اون یک امر سیاسی و یک امر قدرت در نظر گرفت، چون باعث قدرت میشه. خب اینها رو ابداع کرده انسان و در این ابداعی که کرده طبیعتاً آمده و این توهم رو هم برای قدرت‌های سیاسی که امروز جهان در دست اوناست، حالا اینکه همیشه در دست اونها بوده یا نه، خب این متفاوت ارزیابی افراد مختلفی که مسئله رو بررسی میکنن. ارزیابی من مثل خیلی دیگه از کسانی که در علوم اجتماعی هستن اینه که بله همیشه در دست قدرت‌های سیاسی بوده، ولی قدرت‌های سیاسی شیوه ادارهشون یکسان نبوده و تا این حد سیستم در حقیقت توتالیتاریستی در مفهوم عام کلمه، نه توتالیتاریسم به شکل خاص که ما به عنوان یک سیستم حکومتی دیدیم، یعنی تا این حد همه چیز خواه نبودن سیستم های مثلا پادشاهی در گذشته، و مسلم بوده همه زیر فرمان پادشاه هستن، ولی به این شکل نبوده که پادشاه بخواد تا ریزترین نقاط زندگی اینها رو بدونه و تو خونهشون چه غذایی میخورن، از کجا خریدن و از کجا پولشون رو در آوردن و پولشون چقدر و هر کسی چیکار میکنه. این همطور که مدرنیته جلو میاد این بیشتر میشه و طبعا مبارزه با این هم بیشتر میشه، این مقاومت هم به وجود میاد. و بنابراین شما
میرسید به همون بحث حوزه عمومی و حوزه خصوصی که با هم دیگه در جدال هستن. و خب و در همین جدال هست که مسئله اوقات فراغت رو باید دید. اوقات فراغت در حقیقت یک مفهومی است که ما اگر بخوایم به شکل کلیشه‌ای و اون هنجارهایی که جامعه سرمایه‌داری ایجاد کرده بهش نگاه کنیم، اوقات فراغتی وجود نداره. در حقیقت اوقات فراغت زمانی هست که صاحبان قدرت یا فرادستان میدن به فرودستان برای اینکه تجدید قوا بکنن تا دو مرتبه بتونن ازشون استفاده کنن. بعضی که در اقتصاد سیاسی قرن 19 وجود داشت، هم در بین مارکسیست ها، هم در بین آنارشیست ها و در بین دیگران هم، حتی از لیبرال ها هم همینطور، و معتقد بودن که چرا کارگر مثلا باید مدت زمان خاصی کار کنه؟ به دلیل اینکه بتونه در اون زمانی که کار نمیکنه تجدید قوا بکنه که بهتر بتونه کار کنه. بحث بهره‌وری رو مطرح میکردن. حتی جامعه شناسان یک دوران خاصی از پارسونز تا لازارسفلد و دیگران بحثشون این بود که یک تیپی از جامعه شناسی بهره‌وری رو مطرح میکردن. اگر به آسایش کارگر، در مورد آسایش کارگر صحبت میکردن و غیره، این رو میذاشتن در مقابل یک سیستم در واقع بهره‌وری. یعنی که میگفتن هر چقدر این آسایش رو ما بتونیم بیشتر کنیم ولی با کنترل خودمون، بهره‌وری بیشتری میتونیم ببینیم. این حالا میتونه کاملا مدرنیزه بشه، کاملا بیاد توی یک قالب عقلانی شده و قابل پذیرشتر و قابل قبولتر و خیلی زیباسازی تر شده، مثل مثلا سیستم گوگل که مثلا همه رو در داخل خودش به یک صورتی جذب میکنه که گویی مثلا شما وارد یک بهشتی شدید که در اون بهشت همه چیز آزاده، همه هر چون میخواید میتونید کار کنید، هر وقت بخواید میتونید کار کنید، هر وقت بخواید نمیتونید کار نمیکنید، انواع و اقسام استعمال رفاهی در اختیارتونه. بله، ولی همه اینا درسته و همه اینا منم معتقدم بهتر از یک نوع سیستم سرمایه‌داری وحشی قرن 19 که افراد رو زیر چماق و با فشار و غیره اینا به کار میکشه. اما این هم یک تیپی از هژمونیزه کردن، یک تیپی از اعمال هژمونی بر زندگی افراد هستش، و به خصوص این که راه بازگشتی وجود نداره. یعنی که کاری که سرمایه داری کرده در جهان مدرن و الان همه دارن بهاش رو پس میدن، این است که سبک‌های زندگی رو به وجود آورده که افراد چاره‌ای نداشتن جز اینکه وارد این سبک‌های زندگی بشن و به این سبک‌های زندگی زندگی کنن. وقتی میگم افراد، معناش این نیستش که هیچ کسی به هیچ سبک دیگه زندگی نمی‌کنه. منظور این هستش که اکثریت غریب به اتفاق اینجوری زندگی میکنن. بنابراین چون اکثریت غریب به اتفاق اینجوری زندگی میکنن، باید خودشون رو با سیستم انتباه بدن. بنابراین وقت اون تقسیم بندی اوقات فراغت، کار و خواب معنا پیدا میکنه. یعنی اینکه شما چاره نداری جز اینکه این کار بکنید. شما اگر در یک سیستمی فرض بکنید که نخواهید خودتون انتباق بدید، با این تقسیم بندی سگانه دوچار مشکل میشید. نه اینکه غیر ممکن باشه، ولی دوچار مشکل میشید. یا باید هزینه بالایی پرداخت کنید، یا به صورت مالی، یا درگیر خواهید شد با سیستم های قدرت و مشکلات دیگه پیدا میکنید و غیره. و بنابراین سیستم های قدرت میان و اوقات فراغت رو در دستشون میگیرن، اینها رو تعریف میکنن، طبقه بندی میکنن و غیره و تفکیک میکنن. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که این تفکیک کار کردی که لوفبر خیلی روش بحث داره در مورد فضا، یکی از اشکال اعمال قدرت هست. یعنی اینکه شما وقتی زمان فضای خاصی رو تعریف میکنید برای استراحت، برای فراغت، به نوعی انحصار ایجاد میکنید، به نوعی افراد رو از این طریق کنترل میکنید. یعنی بهشون مثلا فرض بکنید، به افراد میگید که شما میتونید بین ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت مثلا 8 شب یا 10 شب استراحت کنید،
و بنابراین زمانش مشخص میکنید براشون، فضا رو مشخص میکنید، میگید دو تا انتخاب دارید، یا بیرون میتونید فضا میتونید از این زمانتون استفاده کنید، یا داخل خونه میتونید استفاده کنید. اگه بیرون میخواید استفاده کنید، خب باید برید به تفریحاتی که ما تعیین کردیم، مثل سینما، مثل تئاتر، مثل سالن های کنسرت و غیره. اگر داخل خونه میخواین این کار رو بکنید، تفریحات دیگه ای که تعیین کردیم. چیزی که در هر دو اینها یکسانه اینه که همه این حوزه زمانی فضایی که ما تحت عنوان اوقات فراغت داریم، درست مثل فضا زمانی که در حوزه کار داریم و زمان فضایی که در حوزه خواب داریم، کالایی شده، کاملا کالایی شده. یعنی این که شما بابت هر کاری که میکنید یک چیزی باید بپردازید، این رو به عنوان کالا بخرید. اگر میخواید تفریح کنید، باید این تفریح رو بخرید و در مقابلش طبعا چیزی بفروشید. خب در سیستم سرمایه‌داری و حتی سرمایه‌داری متأخر، این خرید و فروش در مبادله کالایی بین کار و اوقات فراغت انجام میگیره. در خیلی از موارد افراد کار میکنن، یک کالای میانجی میگیرن به جاش که پول هست، بعد این کالای میانجی رو تبدیل میکنن مثلا به کالاهای دیگه که مورد نظرشون هستش. و حتی خود صرف خرید، صرف مصرف هم تبدیل میشه به کالا. یعنی یک چیزیست که به قول لوفبر یک ماشین آدمخواریه که همه چیز رو میخوره، وقتی چیزی که پیدا نکرد شما خودش رو خوردن. یعنی شما وقتی وارد فروشگاه بزرگ میشید، همه چیز مهیاست برای اینکه شما رو تا جایی که ممکنه، یعنی تا آخرین قطره پولتون از شما بگیره. و بعد سیستم های قرض ایجاد میکنه. خب میدونیم که الان سیستم های قرض چه بلایی سر حتی در ذات ملی سر بعضی از کشور رو آوردن، مثلا یونان در چند سال پیش، که حتی به شما پول میده که بخرید و مغروض میکنه شما رو. و شما وقتی مغروض شدید دیگه مجبورید برای اون قرضتون کار بکنید، مثل بردگان دوران باستان. و انتخابی ندارید، انتخاب نداشتن زیبا سازی میشه یا میره در یک سیستمی که انتخاب ها اونقدر زیاده که شما به نظرتون میرسه که انتخاب دارید، در حالی که انتخاب ندارید. شما تعداد انتخاب ها چون زیاده تصور میکنید که انتخاب دارید. مثل اینکه مثلا شما بگن مثلا میخواید یک لباس بخرید، شما میگن هر رنگی بخواید حد دارید. هر رنگی آیا شامل 10 میلیون رنگ میشه؟ نه. برکت ما در زبان همین تعداد لغت برای این کار نداریم. تقلیل گرایی که در سطح زبان هم اتفاق افتاده گویای همین فرهنگی است که انسان میتونسته بسازه. برای من 10 تا مثلا رنگ هست، 15 تا رنگ هست، 1000 جور تر هست. شما تو اینها میتونید انتخاب کنید. و انتخاب برای به اصطلاح اوقات فراغت هم یک انتخاب محدوده، یعنی که در فضا و زمان مشخصی انجام میگیره که به شدت زیر کنترله. حالا در مقابل این باید چی کار کرد؟ یک به اصطلاح بحثی وجود داره که بحث خیلی رادیکاله، من اعتقادی بهش ندارم. نه اعتقادی بهش ندارم از لحاظ این که میگم حرفی که میزنه درست نیست لزوما، یک رویکرد فرانکفورتی است به قضیه، یعنی رویکرد که مربوط شده به مکتب فرانکفورت که و این کالایی کردن عمومی سیستم جهانی، بلکه من اعتقاد ندارم به این جهت که اون رو پرکتیکال نمیدونم، اون رو عملی نمیدونم. معتقد نیستم به این که شما در جهانی که کاملا کالایی شده بتونید یک زندگی جزیره‌ای داشته باشید، مگر اینکه واقعا این زندگی جزیره‌ای واقعا یک زندگی جزیره‌ای باشه. یعنی شما کاملا از سیستم ببرید، برگردید به مثلا 20 سال پیش و اونجا زندگی جزیره‌ای بکنید. مثلا آمیش ها در آمریکا که یک گروه مسیحی بسیار بنیادگرا هستن که مثل قرن 19 زندگی میکنن، با عرابه این ور اون ور میرن. فرض بکنید که از هیچ کدوم از
امتیازات فناورانه مدرن استفاده نمی کنن. و خب اینها بله بله اینا یک تیپی از یک جزیره ساختن توی پنسیلوانیا تو آمریکا و خب یه معدودی هم هستن و مثل اینکه توی یک حباب زندگی میکنن و در اون حباب خیلی از کارون ولی حتی همونها هم ناچارن با محیط بیرون از خودشون اینتراکشن داشته باشن، میان کنش داشته باشن و اونها هم یه جورایی مجبورن که تن بدن به این زمان فضا. اما علت اصلی که میتونن اون حباب رو داشته باشن این هست که سایر بخشای فضا زمانی که اون باش ارتباط داریم در اون حباب ها نیستن، یا اگر هم هستن این حباب ها هم کنترل شده است. مثل اینکه مثلا الان شما در سیستم های شهری مدرن متأخر که نگاه کنید این سیستم ها اغلب بر اساس سیستم های حبابی عمل میکنه، یعنی حباب هایی میسازن برای ورزشکارا، برای چونم پزشکان، برای پرستاران و غیره و غیره، همون چیزهایی که بهش میگه بوردیو بهش میگه کاتگوری های شغلی اجتماعی و توی اینها عادت هایی به وجود میارن، سیستم هایی به وجود میارن، میدان هایی به وجود میارن که افراد ناچارن توی اون میدان ها عمل کنند. کسی اگر بخواد از این میدان خارج شه یا بخواد خلاف جریان آب شنا کنه دچار مشکلات بیشماری میشه، یعنی میدان اون رو زیر فشار میگذاره. اگر کسی اونجوری که باید تفریح کنه در اونجایی که تعریف شده نکنه این کار رو زیر فشار قرار میگیره و هزینه سنگینی باید بپردازه، هم چه هزینه مالی و چه هزینه اجتماعی. سیستم اجتماعی رو ترد میکنه. این مفهوم تردی که فوکو میگه دقیقا همینه. شما اگر نخواهید از هنجارها پیروی کنید یک بهایی داره و این بها معمولا بهای بسیار سنگینی از نظر فوکو. این بها میتونه از دست دادن آزادی باشه، از دست دادن حتی حیات باشه، شما رو یا از سیستم اجتماعی حذف کنن، زندانیتون کنن تو جاهای مختلف، یا اصلا حیات رو ازتون بگیرن و بکشن شما رو. و بنابراین اون کاری که در مقابل این میشه کرد به نظر من با یک سیستم رادیکال نیست، چون سیستم رادیکال یعنی که یک باره بخواد همه چیز تغییر کنه، چون چیزی اتفاقی نمیفته نه اصلا قابل افتادن، نه حتی اگه بیفته چیز جالبیه. این توهم انقلابیه که معمولا افراد دارن که تصورش اینه که انقلاب چون خودش خیلی شدیده و اغلب در اون لحظه اول تخریب زیادی میکنه بنابراین میتونه هر کاری که دلش میخواد انجام بده. این توهم انقلابی مو بیم انقلاب این توهم رو ایجاد میکنه که جهان از نو زاده شده و بنابراین هر جوری شما بخواید میتونید بسازید. در حالی که این درست مثل اینکه ساختمون شما بیارید پایین و این چون این ساختمون خراب شده هر جوری من بخوام دو مرتبه میتونم بسازمش. در حالی که اولین مسئله‌ای که بعد از خراب کردن یک ساختمون شما باش رو برو هست اینه که اومد اون زباله هایی رو که ایجاد شده، نخاله هایی رو که ایجاد شده رو حمل کنید ببرید به چه، این خودش کلی طول میکشه، فونداسیون جدیدی بزنید، نقشه جدیدی بریزید و به تدریج مساله تعیین کنید تا بتونید یک چیز دیگه جای اون بسازید. ولی اون توهمه هست سر جای خودش، یعنی این که وقتی من تخریب رو انجام دادم شرایط ساخت خیلی زود فراهم میشه، در حالی که بین فرایند تخریب و ساخت جدید میتونه مدت زمان بسیار بسیار طولانی وجود داشته باشه. اسطوره تخریب و اسطوره آفرینش این دو در حقیقت به نوع فرد رو دچار یک نوع توهم میکنن که سرمایه‌داری خیلی خوب میتونه این رو درک کنه و میتونه ازش استفاده کنه برای منافع خودش. اما ما یک راه دیگه داریم و اون هم که حالا بعد هم باز بهش اشاره میکنیم و اون هم استفاده خلاق از اوقات فراغته، ترکیب کار با اوقات فراغته، یا اینکه ما حتی اگر کارمون با اوقات فراغتمون هماهنگی نداره سعی کنیم که اون اوقات فراغت رو با تراکم بیشتری با تمرکز بیشتری کار کنیم. و مثلا یه نفر میتونه کارمند باشه و یا تکنیسیان باشه ولی 3 ساعت، 2 ساعت، 4 ساعت در روز
واقعا خلاقانه بنویسه، شعر بگه، کار کنه و غیره. و بنابراین این اوقات فراغت خلاق بهترین راه مبارزه با این طبقه بندی سرکوبگرانه است که در جهان مدرن وجود داره. بسیار ممنون.